جامی، جایگاهی مطمئن برای رهپویان دانش. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و خسته نباشی خدمت محصلین گرامی. جلسه هشتم درس خود شروع میکنیم. جلسات قبل اگر دقت کرده باشیم ما در مورد الکان ها، ساختمان اینا، در مورد ایزومری و نامگذاری اینا نام بردیم و حتی در مورد حال الکان ها یا الکال خلایوت ها هم با هم دیگه صحبت کردیم و ایزومر ساختاری از اینا رو مورد بررسی قرار دادیم. در این مرحله میایم یک مقدار در مورد تعاملات الکان ها با هم دیگه صحبت میکنه. همونطوری که عنوان برنامه رو بنویسیم در مورد چین ریاکشن یعنی تعاملات زنجیره‌ای میایم با هم دیگه صحبت میکنیم اینا که تعاملات زنجیره‌ای ما به چه صورته. یک توضیح مختصر برش میدم. تعاملات زنجیره‌ای ما شما شامل سه مرحله میشه. مرحله آغازین که اصطلاحا برای میگیم که چین اینیشییتینگ ریاکشن یا استپ، مرحله آغازین. مرحله دوم ما شما مرحله میشه پروپاگیشن استپ، مرحله انتشار میشه، و مرحله آخر ما شما میشه ترمینیشن استپ، مرحله پایانی میشه اینا. پس ما میایم ابتدا مرحله به مرحله از اینا رو با هم دیگه مورد بررسی قرار میدیم اینا. مرحله آغازین، مثلا مرحله اول ما شما که در مورد از اینا میایم نام میبریم، ما میایم تعامل به این صورت میشه. تعامل مورد نظر ما اینه که میایم CH4 با کلورین در حضور حرارت یا اچنو میایم با هم دیگه تعامل بدیم تا بریم اون شما مرکبات یا پروداکت ایجاد کنه. تو به صورت بنویسم پروداکت یا محصولات ایجاد بکنه. ما این بفهمیم که چه محصولاتی میتونیم به دست بیاریم اینا، چه محصولات مورد نظری از این تعامل به دست میاریم. پس میایم ابتدا چیکار بکنیم؟ مرحله آغازین یا اینیشییتینگ استپ میایم این مرحله، میگیم در مرحله اول CL2 که به این صورت هسته، ایر در حضور حرارت یا اچنو اشعه ماورای بنفش ایر چکار میکنیم؟ تحت تاثیر قرار میدیم. زمانی که تحت تاثیر قرار میدیم این رابطه به صورت هومولیز، به صورت هومولیز یعنی به صورت یکسان، به صورت یکسان شکسته میشه اینا. پس چی میشه؟ اینجاگاه ای رابطه که بر اثر نور ماورای بنفش یا بر اثر حرارت به صورت هومولیز یعنی به صورت یکسان شکسته میشه، برای ما این شما دو تا CL رادیکالی به وجود میاد. معمولا رادیکالر ما شما به صورت CL نشون میدیم، یک نقطه توخالی بالا سر میگذاریم که تحت عنوان فری رادیکال میگیم، یعنی رادیکال آزاد بریم میگیم فری رادیکال میشه رادیکال آزاد میگیم اینا. رادیکال های آزاد معمولا مرکباتی هستن ناپایدار. پس رادیکال های آزاد معمولا مرکباتی هستن ناپایدار، یعنی تمایل دارن به یک مرکبی حمله کنن تا به یک سطح پایداری برسن اینا. پس مرحله آغازین ما شما مرحله‌ای بود که تولید فری رادیکال میکردیم، یعنی رادیکال آزاد میکردیم. اینجاگاه رادیکال آزاد مورد نظر ما شما که در این مرحله تولید شده میایه به مرکب دیگه مثل CH4 که ما قرار داریم میایه حمله میکنه. پس در این مرحله، مرحله دوم که مرحله انتشار میشه، این مرحله مرحله آغازین بود. اگه مرحله چی میگوتیم؟ مرحله آغازین یا initiating step، مرحله آغازین میگوتیم. در این مرحله میایه مرکب مورد نظر ما شما که رادیکال آزاد تولید شده میتونه چند حالت در نظر بگیره. حالت A مورد نظر ما شما که حالت اول برای در نظر میگیریم، میایه چکار بشه؟ میگیم که CH4 مورد نظر جمع یک رادیکال چی میشه؟ جمع یک رادیکال کلورین میشه با هم دیگه. بریم اون شما ایجاد میکنه اینجا. میگیم چه چیزی ایجاد میکنه؟ میگیم در این مرحله بریم ایجاد میکنه رادیکال میتایلی به اضافه HCl بریم ایجاد میکنه اینا. رادیکال میتایلی به اضافه چی ایجاد میکنه؟ HCl ایجاد میکنه اینا. ای باشه. در مرحله بعدی ما این شما که هسته باز میتنه میگیم که بی مورد نظر ما این شما رادیکال میتایلی ما این شما باز میتونه با کلورین مورد نظر که در ظرف تعامل موجوده بی خودی از این تعامل بکنه اینا، یم ناپایداره. میه بریم چی ایجاد میکنه؟ در این مرحله بریم ایجاد میکنه CH3Cl جمع Cl رادیکالی ما این شما رو ایجاد میکنه اینا، میتونه ایر برای ما به وجود بیاره. الان یک لحظه دقت کنیم ببینیم اینجا یک رادیکال های آزادی که داریم با هم دیگه، یا رادیکال های آزادی که با هم دیگه اینجا داریم، میایم دور اینا رو خط میکشیم که به صورت ناپایدارن. یک اینجا ما کلورین داریم، اینجا میگیم که رادیکال میتایلی داریم، اینجا میگیم که این مرکب مورد نظر خور داریم و این مرکب مورد نظر ما شما میتایله.
میگیم در مرحله این مرحله انتشار یا پروپاگیشن استپ بود. مرحله چی بود؟ مرحله انتشار یا پروپاگیشن استپ. پس برای از این مرحله میگوتیم مرحله انتشار که باعث انتشار زنجیره میشه اینا. در مرحله بعدی ما شما این رادیکال هایی که تولید شدن اینجا، با همدیگه برخورد میکنند تا همون پرودکت یا محصول مورد نظر ما شما به وجود بیارن، تا اون پرودکت یا محصول مورد نظر ما چکار کنن؟ به وجود بیارن اینا. ای باشه، یک لحظه دقت کنیم، این رو جدا کنم برای شما که دقیقا بفهمیم اینا. ای باشه، میگیم در این مرحله بعدی ما شما که هسته میاییم چکار بکنیم؟ رادیکال های آزادی که شده با همدیگه برخورد میدین تا مرحله پایانی یا مرحله ترمینیشن ما شما به وجود بیاید اینا. خب میاییم این مرحله بعدی ما شما که مرحله سه باشه، محصولاتی که میتونیم به دست بیاریم. میگیم محصول ای ما شما میتونه رادیکال کلورین بیای با رادیکال کلورین برخورد بکنه اینا، رادیکال کلورین با رادیکال کلورین برخورد بکنه. میگیم در این مرحله رادیکال کلورین ما شما جمع رادیکال کلورین ما شما میشه الکترون های طاقه خود خور به اشتراک بگذارن، پس برای ما شما چی رو به وجود بیارن؟ سی ال رادیکالی رو به وجود بیارن. پس برای ما شما چی به وجود بیارن؟ سی ال رادیکالی رو به وجود بیارن اینا، که پس همون ماده اولیه ما شما بود که اینجا مصرف شد. به خاطر همین میگیم این چین ریاکشن یعنی تعاملات زنجیری، یعنی به یک مرحله اینا مصرف میشن پس به مرحله دیگه تولید میشن تا همون زنجیره تعامل ما شما ادامه داشته باشه اینا به صورت مکرر. ای از اینه میگیم محصول بی ما این شما چی میتونه باشه؟ محصول بی ما میتونه اینجا چی باشه؟ میتونه اینجا سی ال رادیکالی ما این شما با سی اچ سی رادیکالی ما این شما برخورد بکنن با هم دیگه. پس اینجا میگیم که سی ال رادیکالی ما این شما با سی اچ سی رادیکالی ما این شما با هم دیگه برخورد بکنن اینا. برای ما این شما چی رو به وجود بیارن؟ برای ما به وجود بیارن سی اچ سی سی ال که یک هالو الکان باشه اینا، هالو الکان مورد نظر باشه اینجا. ای از اینه اینجا هلوجن به وجود آوردن، هلوجن مورد نظر اینجا، حالا الکان مورد نظر برای ما شما وجود آوردن. یک حالت دیگه هم داره، میتونه این رادیکال میتایلی با این رادیکال میتایلی برخورد بکنه تا محصول بعدی رو برای ما به وجود بیاره اینا. پس میتونه CHC رادیکالی جمع CHC رادیکالی اینا خودی هم دیگه برخورد بکنن، برای ما شما این محصول به وجود دارن CHC CH3 به وجود بیارن که اینجا الکان شده. این چی میشه؟ ایتان، ایتان مورد نظر یا اصطلاحاً چی بگیم؟ الکان رو برای ما این شما به وجود آوردن اینا. این باشه. خب پس میایم یک جنبندی میکنیم به صورت کلی این چیزایی که با همدیگه بیامدیم مطرح کردیم که به این مرحله، مرحله آخر، مرحله چی میگوتیم؟ مرحله پایانی. برای از این میگوتیم مرحله پایانی. این از اینه اینا. اینه. خب پس میایم به صورت کلی یک بار مورد ارزیابی قرار میدیم اینا. میگیم در مرحله اول ما این شما که مرحله آغازینه، مرحله آغازینه، میگیم در مرحله آغازین کلورین مورد نظر ما این شما برای حرارت بده. کلورین مورد نظر ما این شما رو چکار بکنه؟ کلورین مورد نظری که داریم تحت حرارت بر قرار میدیم که این رابطه اشتراکیه که بین کلورین کلورین شکسته بشه به صورت هومولیز، یعنی به صورت یکسان شکسته بشه. به چه صورت؟ به این صورت که ای یک دونه الکترون که به اشتراک گذاشته بگیره، یام یک دونه الکترون طاقه‌ای که به اشتراک گذاشته بگیره اینا. زمانی که ای به صورت هومولیز یا به صورت یکسان شکسته میشه، هر کدوم از این کلورین‌های مورد نظر ما الکترونی که به اشتراک گذاشتن تا قاعده اوکتیت یعنی قاعده هشتایی رعایت بشه، او رو چیکار میکنن؟ پس دریافت میکنن اینا. ای باشه که به صورت دو تا سی ال رادیکالی که میشه فری رادیکال یا رادیکال آزاد تولید میکنه که اصطلاحا هم برای از این میگیم مرحله آغازین، یعنی مرحله آغاز تعامل ما شما، آغاز زنجیره. همونطور که گفتیم رادیکال های آزاد ما شما مرکبات ناپایداری هستن. اینم باز ما متذکر بشم رادیکال های آزاد در وجود ما و شما هم تولید میشن. به چه صورت؟ میتونیم ما و شما زمانی که در مواد غذایی مصرف کنیم در وجود ما و شما رادیکال های آزاد تولید میشن. رادیکال های آزاد میتونن به ارگان ها یا اندام های داخلی بدن ما و شما حمله بکنن و باعث از بین رفتن یک ارگان یا اندام بشن که در این حالت ما میگیم سلول ها وحشی شدن. زمانی که سلول ها وحشی میشن میتونه بیماری های مثل سرطان یا بیماری سبب العلاج دیگر برای ما به وجود بیارن. پس رادیکال های آزاد در ماست به نوعی با چیکار کنیم؟ به نوعی اونا رو باز مهار بکنیم. مهار کردن از اونام اینه که به یک مرکب دیگه حمله میکنن تا اونا پروتکت بشن، محافظت بشن و دیگه به اندام های داخلی بدن ما شما آسیب نرسن. بهترین راه حل از اینه که از آنتی اکسیدان های بسیار مفید مثل چای سبز، مثل آنتی اکسیدانی که در بنجورمی وجود داره مثل کورستین، مثل آنتی اکسیدانی که در بعضی میوه ها وجود داره
میوه‌های مثل انار وجود داره یا میوه‌های دیگه مثل که رنگ سرخ داره مثل سیب وجود داره، اینا باعث میشن که وقایع کنن ماهار یا حفاظت کنن ماهای شما در مقابل رادیکال‌های آزادی که میتونه به اندام‌های داخلی آسیب برسونن. خب اینجا گفتم مربوط به رادیکال‌های آزاد که یک سری ترکیب‌هایی هستن که بسیار ناپایدارن، بسیار ناپایدارن. این رادیکال‌های مورد نظر ما میگیرن به مرکبی که در نزدیک اینا در ظرف تعامل وجود داره حمله میکنه. در ظرف تعامل چه چیزی وجود داره؟ میتان. میان به میتان حمله میکنن. زمانی که به میتان حمله میکنن بریم رادیکال میتایلی به اضافه HCl. HCl یک مرکب پایداریه، هیدروکلوریک اسید که کار به ریه نداریم، به میتان هم کار داره. بلکه اینجا دو تا رادیکال داریم، یکی رادیکال میتایلی یکی رادیکال کلورین. این دو تا بریم تولید میکنه. در مرحله بعدی رادیکال میتایلی هم میتونه باز حمله بکنه به یک کلورینی که در نزدیکی هست. زمانی که حمله بکنه باز این رابطه به صورت هومولیز شکسته میشه، به صورت یکسان شکسته میشه. اینا به صورت یکسان چه کار بشه؟ شکسته میشه. به صورت یکسان شکسته میشه. زمانی که به صورت یکسان شکسته میشه باز برای ما این شما میگیره چی ایجاد میکنه؟ میگیره یک هالو الکان ایجاد میکنه به اضافه چیه؟ رادیکال کلورین ایجاد میکنه. در مرحله پایانی، مرحله ترمینیشن ما این شما، رادیکال هایی که به صورت الکترون های طاقه دارن موجود دارن، اینا با همدیگه در ظرف تعامل برخورد میکنن. نه میگیم در یک مرحله کلورین خودی کلورین برخورد میکنه، یعنی الکترون های طاقه ای که اینا دارن، الکترون های طاقه خود رو برخورد میکنن با همدیگه، با همدیگه به اشتراک میگذارن و این رابطه اشتراکی ما بین کلورین ها به وجود میارن. برای ما هلوجنی که در ابتدا مصرف شده بود پس تولید میکنن. اینجا هلوجنی که مصرف شده پس تولید میکنن که این چین ریاکشن ما، یعنی تعامل زنجیره ما شما ادامه داشته باشه. در مرحله بعدی میتونه کلورین رادیکالی ماین شما با رادیکال میتایلی با همدیگه برخورد بکنن و الکترون‌های طاقه‌ای که دارن به اشتراک بگذارن تا یک رابطه اشتراکی به وجود بیارن. در اینجا برای ما هالو الکان به وجود میارن یا الکال هالاید به وجود میارن، یعنی الکانی که در ساختار خود چی داره؟ یک هلوجن داره به جای هیدروژن. در مرحله بعدی ماین شما میتونه رادیکال میتایلی، خودی رادیکال میتایلی هم نوع خود رو برخورد بکنه. اینا برای ما این الکترون ها رو به اشتراک بگذارن تا یک رابطه اشتراکی به وجود بیارن و برای ما چه چیز مرکبی وجود ایتان که یک نوع الکان مورد نظر در مرحله پایانی به وجود بیارن. پس ما شما در مرحله پایانی که همون پروداکت یا محصولات ما این شما که هست، سه نوع محصول به وجود میارن. یکی ایتان به وجود میاره، یکی هالو الکان، یکی هلوجنی که پس مجددا صرف میشه تا یک تعامل زنجیره ما این شما انجام بشه. الان اینجا بحث رادیکال های آزاد یا فری رادیکال ها که بیامده مطرح کردیم، باید این نکته ما متذکر بشیم که ما انواع رادیکال آزاد داریم. اینا انواع رادیکال آزاد داریم که این رادیکال های مورد نظر ما این شما زمانی که رابطه های اشتراکی اینا به صورت هومولیز مشکنه، یعنی هر کدوم هم الکترون و طاقه‌ای که دارن در اختیار میگیرن، میتونن برای ما این شما انواع رادیکال ایجاد کنن که رادیکال میتایلی باشه، رادیکال نوع اول باشه، رادیکال نوع دوم باشه، رادیکال نوع سوم باشه و رادیکال نوع چهارم نداریم ما و شما اینا. پس میتونیم رادیکال میتایلی، رادیکال نوع اول، رادیکال نوع دوم و رادیکال نوع سوم داشته باشیم. اینا رو برای ما این شما ایجاد بکنن. پس در مجموع ما میایم چه کار بکنیم؟ ما میایم انواع رادیکال هایی که نام بردیم خودم دیگه اینجا ما میایم به تصویر میکشم برای شما. برو از این تخته میام برای شما بنویسم اینا ای باشه. یک لحظه دقت کنیم ببینیم انواع رادیکال ها، انواع رادیکال هایی که میتونه برای ما این شما وجود داره. در مرحله اول اگه ما داشته باشیم CH4 مورد نظر، اگر برای از H2 یا حرارت بدیم برای ما چی ایجاد میکنه؟ میشه CH3 رادیکالی جمع H رادیکالی. برای از این میگیم رادیکال میتایلی، برای از این میگیم رادیکال میتایلی. میگیم اینا میگیم که این یک نوع رادیکال میشه. اینا میگیم رادیکال نوع دوم. معنی شما اگر ما داشته باشیم CH3، اینجا ما هم داشته باشیم CH3، اینم تحت اشعه ماورای بنفش، ماورای بنفش یا تحت حرارت قرار بدیم، برای ما شما بتونه ایر قرار بده CH2 رادیکالی CH3 جمع H رادیکالی مورد نظر. برای از این میگیم رادیکال نوع اول. میگیم رادیکال نوع چندم؟ میگیم رادیکال نوع اول. میگیم اینا میگیم سومی ما این شما اگر باشه. اینا میگیم سومی ما اگر ایده شو باشیم CH3، اینجا داشته باشیم CH2، اینجا هم داشته باشیم CH3، ایرم اگر ما بیم تحت H2 یا حرارت قرار بدیم هم میتونه رادیکال نوع اول ایجاد کنه هم رادیکال نوع دوم. من اینجا هر دو تار برای شما مینویسم اینا که بفهمیم. پس میگیم ای مورد نظر ما رادیکال نوع اول میشه CH2 رادیکالی، اینجا میشه CH2، این میشه CH3 ما رادیکال نوع اول.
بی ام آی شما همین مرکب میتونه رادیکال نو دوم هم ایجاد بکنه اینا. پس میشه CH3 ام آی شما، اینجا میشه CH رادیکالی، این هم میشه CH3 ام آی شما، این هم میشه رادیکال نو دوم. و میایم قسمت چهارم ام آی شما، رادیکال نو سوم رو ما ببینیم به چه صورت ایجاد میشه. اینجا ما داریم CH3 این میشه CH3، اینجا میشه CH3، این هم H مورد نظر ام آی شما نه چیه؟ H مورد نظر ما شما نه. اگر ما بیایم بری از این H نو یا حرارت بدیم اینا، این رابطه به صورت هومولیزم میشکنه. اینا میتونه هم رادیکال نو اول، سه تا رادیکال نو اول که موقعیت یکسان داره ایجاد کنه، و یکم رادیکال نو سوم ایجاد بکنه. پس اینجا هم میگیم ما دو تا مسیر داریم برای ما ایجاد میشه اینا، یکی رادیکال نو اول، فرق نمیکنه از هر کدوم از اینا، یکم رادیکال نو سومه. پس اینجا میگیم میشه CH2 رادیکالی، اینجا میشه CH3، اینجا میشه CH3، این میشه HE رادیکال نو اول، و میتونه رادیکال نو سوم ایجاد کنه. رادیکال نو سوم به چی صورت؟ این میشه CH3، اینجا میشه CH3، این جمع H رادیکالی هم داریم دیگه، اینجا میشه CH3 جمع H رادیکالی، این هم میشه رادیکال نو سوم. این رادیکال نو چندم بود؟ این رادیکال نو دوم، و این هم رادیکال نو سوم بود. اگه اینا رادیکال نو سوم بود، پس اینجا میگیم ما سه نوع رادیکال ایجاد کردیم. چند رادیکال ایجاد کردیم؟ سه رادیکال. چهار رادیکال بخشیم. سه رادیکال از اینا بود. یکی میگم رادیکال میتایلی بود، یکی رادیکال نو اول بوده، یکی رادیکال نو دوم بوده که دو نو میشد رادیکال نو اول نو دوم، یکی رادیکال نو سوم که نو دوم و نو سوم میشد بریم ایجاد کنه. الان مگر یک بحث دیگه بکنیم که رادیکال های مورد نظر ما شما که ایجاد شده لحاظ انرژی با هم دیگه متفاوتن. لحاظ انرژی چه متفاوتن؟ یک لحظه دقت کنیم، برو از این تخته برای شما مینویسم اینا. خب ببینیم، ابتدا میایم اولی رو در نظر میگیریم. اولی معاینه شما که هسته میگیم که CH4، میگیم ایر در مقابل حرارت یا H2 قرار بدیم، برای ما ایجاد میکنه CH3 رادیکالی. CH3 رادیکالی میگیم دلتا H انتالپی که اداره لحاظ انرژی برابر میشه با 104 کیلو کالری میشه. چند میشه؟ 104 کیلو کالری میشه اینا. بیاییم بعدی ما شما رادیکال نو اول میشه اینا. پس میگیم که CH3 مورد نظر، اینجا میشه CH3 در حضور حرارت یا H2 مورد نظر ما ایجاد بکنه CH2 رادیکالی، این هم میشه CH3 مورد نظر ما، این شما میشه اینجا دلتا H مورد نظر ما برابر میشه با چند؟ برابر میشه با 98 کیلو کالری، برابر میشه با 98 کیلو کالری میشه تا اینجا. میایم بعدی ما شما رادیکال نو سوم ما شما میگیم که رادیکال نو دوم مال شما که اینجا این رادیکال میتایلی بود، این رادیکال نو اول بوده، میگیم که میشه CH2، این هم میشه CH3 مورد نظر ما، این حرارت یا H2 میخوره، اینجا میشه CH3، این میشه H مورد نظر، این هم میشه CH3، این هم میشه رادیکال نو دوم. دلتا H مورد نظر ما این شما برابر با چنده؟ برابر با 95 کیلو کالریه، برابر با چنده؟ 95 کیلو کالری میشه. و رادیکال نو سوم مان شما، آخرین نوع رادیکال ما بگیم که CH3 مان شما، اینجا هم میشه CH3، اینجا هم میشه CH3 مورد نظر، این هم H، این میایم در مقابل حرارت یا H2 قرار میدیم، برای مان شما ایجاد میکنه CH3، اینجا هم داریم ما CH3، این هم داریم ما CH3، این رادیکال میشه. دلتا H مورد نظر مان شما برابر است با 92 کیلو کالری میشه اینا، برابر با چنده؟ 92 کیلو کالری میشه اینا. یک لحظه دقت کنیم ببینیم، ما شما اینا رو هم میگی بنویسیم بر اساس میزان کالری هم بنویسیم. دلتا H از این شد 104 کیلو کالری، دلتا H از این شد 98 کیلو کالری، رادیکال نو دوم شد 95 کیلو کالری، و رادیکال نو سوم شد 92 کیلو کالری. الان یک چیز مد نظر میگیم، هر چی میزان انرژی از اینا کمتر بشه اینا پایدارتر میشن، پس امکان تشکیل از اینا بیشتر میره اینا. پس یک چیزی نگاه کنیم به صورت تذکر مد نظر قرار بدیم، دقت کنیم ببینیم، هر چه میزان انرژی رادیکال تشکیل شده کمتر باشه او رادیکال پایدارتره، پس امکان تشکیل از او رادیکال بیشتره. پس از اینجا نتیجه گیری میکنیم که ابتدا رادیکال نوع سومه، پس ابتدا رادیکال نو چندم سومه،
پایدارتره. بعد از رادیکال نو دومه، بعد از رادیکال نو اوله و بعد از رادیکال نو میتایلیه. هرچه به این سم بریم ناپایدارتر میشه، ناپایدارتر میشه یا آن استیبل تر میشه. هرچه به این سم پیش میاییم پایدارتر میشه اینا. چی میشه؟ پایدارتر میشه اینا. پس میگیم اگر در یک مرکبی ما داشتیم هم امکان رادیکال نو اول، هم رادیکال نو دوم و هم رادیکال نو سوم موجود بود، ما باید بیایم دنبال چی بگردیم؟ دنبال ازی که رادیکال نو سوم تشکیل میده. به خاطر چی؟ چون رادیکال نو سوم پایدارتره و بهتر میتونه تشکیل بشه، در حالی که رادیکال نو اول نو دوم رادیکال های ناپایدارترین و خیلی زود حمله میکنن و در محیط ما باقی نمیمونن، ولی رادیکال نو سوم به دلیل پایین بودن سطح انرژی میتونن برای مدت زمان بیشتری باقی بمونه و تعامل ما رو به خوبی پیش ببره و محصولات بهتری به دست بیاریم اینا. پس اینجا میگیم اگر در یک تعامل اینجا دقت بکنیم ببینیم، اینجا گفتیم برای ما هم رادیکال نو دوم داره هم رادیکال نو اول. همونطور که ما گفتیم رادیکال نو اول میزان انرژی که تولید میکنه چیه؟ 98 ناپایداره، ولی رادیکال نو دوم باید شما چند بودک؟ رادیکال نو دوم 95. قبول داریم 95 از 98 کمتره، هرچی میزان انرژی کمتری باشه پس پایدارتره، پس او تشکیل میشه اینا. به همین صورت رادیکال نو سوم در مرکب سوم شما رادیکال نو اول و نو سوم، رادیکال نو اول 98 کیلو کالری بود در حالی که رادیکال نو سوم 92 کیلو کالری بود، پس علاوه انرژی سطح کمتری داره، پس امکان تشکیل از او بیشتر. اینا من میام این به صورت دیاگرام هم برای شما نشان میدم تا بهتر بتونیم درک بکنیم تفاوت از اینا و امکان تشکیل از اینا رو بفهمیم که به خاطر چی اینا میگیم که رادیکال نو سوم نسبت به نو دوم ارجحیت داره، رادیکال نو دوم نسبت به نو اول ارجحیت داره و رادیکال نو اول نسبت به رادیکال میتایلی ارجحیت داره. اینا می باشه. یک لحظه دقت کنیم، من برای شما ترسیم میکنم ببینیم تا کجا رسیدیم. اگر نرسیدیم با جلسه بعدی واسه خود شما ادامه میدیم اینا. خب میایم میگیم که ایر در نظر میگیریم ای باشه، اینجا میگیم که رادیکال های مال شما، اینجا هم انرژی ماله، انرژی های مال شما، یه هم نقطه صفر نقطه شروع مال شما نه اینا ای باشه. میگیم اولی مال شما، اولی مرکبی که مال شما داریم اینجا، اولین مرکب ما این شما هست CH4. CH4 مورد نظر که بریم ما این شما اینجا تولید میکنه چه چیزی؟ بگیم تولید میکنه CH3 رادیکالی جمع H رادیکالی که این مقدار مورد نظر چنده؟ 104 کیلو کالریه. 104 چنده؟ کیلو کالریه. میگیم بعدی ما این شما که هسته میه مد نظر قرار میدیم، بعدی ما این شما که هسته میه میگیم هسته CH3. CH3 مورد نظر اینجا بریم ما تولید بکنه CH2 رادیکالی CH3 جمع H مورد نظر ما، این تولید بکنه 98 کیلو کالری. یه از اینه مرکب بعدی ما این شما که هسته اینجا تولید میشه میگیم هسته ما CH3 CH2 این هم هسته CH3 اینجا تولید میشه CH3 CH رادیکالی یا میشه CH3 جمع H رادیکالی ما، یا میشه 95 کیلو کالری مورد نظر ماین شما نه. و یکی بعدی ماین شما که هستی که آخری ماین شما نام میبریم اینه میشه CH3 یم میشه CH3 یم میشه CH3 یم میشه H مورد نظر ماین شما، چی میشه؟ H مورد نظر ما این میشه CH3 یم میشه CH3 انجام میشه CH3 یم میشه H رادیکالی جمع H رادیکالی ماین شما یه قسمت شد، یم شد 92 کیلو کالری مورد نظر. یک لحظه دقت کنیم، یک لحظه ببینیم، شما هرچی به سمت بالاتر میریم، هرچی به سمت بالاتر میریم به این قسمت هرچی میریم ناپایدارتر میشه اینا. چی میشه؟ ناپایدارتر میشه. هرچی به سمت پایین میاییم نگاه کنیم، هرچی به سمت پایین میاییم پایدارتر میشه اینا. پس هرچی به سمت پایین میاییم چی میشه؟ پایدارتر میشه. پس از اینجا نتیجه گیری میکنیم اینا، از اینجا نتیجه گیری میکنیم اینا ای باشه که رادیکال نو سوم با من شما به دلیل از اینکه میزان انرژی کمتری داره پس پایدارتره. برو دیاگرام هم همیر برای شما نشون دادیم اینا که دلیل پایداری از این به خاطر از اینه که میزان انرژی کمتر. پس در یک مرکب اگر ما هم رادیکال نو اول نو دوم و نو سوم داشتیم، پس ما و شما میرم رادیکال نو سوم تشکیل میدیم به خاطر از اینکه این رادیکال مورد نظر ما علاوه سطح انرژی پایینتر داره، پایدارتره، بعد در ظرف تعامل مدت زمان بیشتری باقی میمونه تا بتونیم تعامل بهتر به سمت جلو پیش ببریم و محصولات مفیدتری به دست بیاریم. مثال ها از این به خیر به امید خدا ان شاء الله جلسه بعدی با هم دیگه حل میکنیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
جامی، جایگاهی مطمئن برای رهپویان دانش.